مهناز، آی مهناز قشنگ بانو، ببین این مورد برپیده به صورت خدادادی و اتوماتیک چزونده شد. عزیزم بذار کامل برات تعریف کنم. ببین هفته پیش مخونی مولا شوهرم دعوت بود، این مورا اینا بودن، مونا و شوهرش و بچه‌ش. آره دیگه، اونا همه جا هستن والا. دقیقاً. بعد شوهرش هم از اول تا آخر فتش از مونا تعریف می‌کرد. قشنگ معلوم بود که خونه آموزش دیده، داره اونجا درس پس میده. همشو والا مثلا چرا رفتی مثلا میدم بوده فرش حرف میزنیم، اونا بهترین سلیقه رو داره بهترین فرشو میخره، یعنی چی آخه؟ والا ما استعداد سلیقه از این ندیم بجز استعداد برپریدگی. آره دیگه، بعد دیگه داشتیم نهار میخوردیم این دفعه دوباره شوهر شروع کرد، مونا بهترین دستپختو داره، آشپزیش عالیه. خودش هم برگشت بفکر کن چه دروغی برگشت گفت، گفت من انقدر آشپزیم خوبه، این پسر هستش لقمه که تو اینستاگرام پیج داره معروفه. آره گفت همه دستورات آشپزیشو از من میاد یاد میگیره، با من هماهنگ میشه. من همونجا گفتم خارشی روزگار خار، چقدر تو دختر چاخانی، گفتم خدایا چرا من یه جاری برپرید و چاخان بدی. آره دیگه بابا دروغ میگه، همه کارش رو دروغ و ریاست. آره عزیزم حالا گوش بده چی شد. بعد من دیگه ناراحت شدم که همه شوهرش تعریف میکرد، از اینجور چیزا نمیتونه من ناراحت کنه اصلا، تا برام مهمم نبود. نه آره دیگه همون موقع بود که منم دیگه اومدم اصلا خون شد، پای شوهرمو لگد کردم. منظورم این بودش که از منم تو تعریف کن، ولی بنده خدا انقدر ساده از یه چیزی که فهمیده بود بکردم میگم به چه زورش. آره دیگه بعد داشتم شوهرم برگش نیما بهش گفتش که مونا جون ما تا حالا دستپخت شما رو نخوردیم، که تا حالا اینقدر دستپختت خوبه چرا به ما رو دعوت نمیکنی. اونم سری بعدش گفتش که بابا من صد بار دعوت کردم خودتون نمیاد، دروغ میگه، یک بارم دعوت تو خواب ما رو دعوت کرده. والا مثلا تو املت بلد نیستی درست کنی، ما رو میخوای دعوت کنی چاخا. هیچ دیگه برگش مگه کم نیاری گفت شنبه همه تو خونه ما دعوتی. آره هممون دعوت کرد، ما هم مدن شوهرم هممون دعوت کرد. دیگه من فقط میخواستم برم ببینم این واقعا آشپزیش خوبه یا نه، درسته که من اینقدر زرنگم همیشه میدونم این دروغ میگه. آره هیچی دیگه رفتیم خونهشون و بعد ببین یه میز چیده بود از این ور خونه تا اون ور خونه 10 نوع غذا. من همونجا چون زرنگم میفهمم دیگه گفتم کار خودش نیست. اینا طبق معمول بعدش هم گفتن نه تو بددلی، بنده خدا انقدر زحمت کشیده، خودش هم همش دستش گوشه رو کمرش که خسته شدم از 6 صبح دارم غذا درست میکنم. من اصلا نمیدونی خودداری کردم، اینقدر با شخصیت نشستم، ولی خب درون ناراحت بودم دیگه. اون همه قضا اگه یعنی ثابت میشد کار خودشه که اصلا من دق میکردم قربونت برم. سلیت بانو والا فقط میخواد همیشه به روخ همه بکشه. هیچی دیگه، همه نشستم مشغول قضا خوردم. من دیگه قهالم بعد ناراحت بودم، کم قضا خوردم دیگه. آره بعد دیگه داشت قضامون تموم میشد، شوهرش پاشو گفتش من ظرفا رو جمع کنم کمک کنم. ظرفا بود گوشت آشپزخونه، آشپزخونه از اوپنا بود. بعد یه دفعه برداشت یه کیسه بزرگ ظرفا با مصرف بزرگ که مربوط به کترینگ آورد بالا، گفت مونا جا این ظرفای قضا رو ببین چقدر شوهرش خنگه، گفت این ظرفای قضا رو کجا بذارم اینجا خیلی جا گرفته. یک لحظه قافیه مونا رو میدیدی تو، وای اصلا رنگش سرخ شد، ببین شیرجه زد تو آشپزخونه، یعنی اگه مصرف شیرجه بود اول میشد. سوتی داده. من دیدم دیگه تمام ظرفای کترینگ بود، همین مال کترینگ ریاضی هست خیلی معروف، از همونجا گرفته بود دیگه. بعد از اون بود که تازه اشتهای من باز شد، شروع کردم غذا خوردن. هی گفتم جلو بعدم گفتم حالا غذا نخوردم که. بعد به مادر شوهرم و شوهرم پدرشم ششوار رفتم گفتم دیدید من درست گفتم. همیشه زرنگم دیگه. بعد از اون دیگه خودش انقدر حالش بد شد که اصلا دیگه حرفی برای گفتن نداشت، اصلا اخ کرده و یه جوری شده بود. من ریز ریز میخندیدم. خیلی قشنگ، اصلا صحنه خیلی قشنگ بود. همون لحظه که این اتفاق افتاد یک لحظه سکوت همه فضا رو گرفت. سلیت بانو میخواد سر ما رو کلا بذاره. والا تو اهل آشپزی هستی؟ نه قربونت برم، اگه اصلا نراحت نشدم اصلا نه بعدشم قربونت برم عزیزم. مرسی مهنا جان قربونت، مراقب خودت باش، خدا نگهدار.